سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد سحر دولت شاهی، ازدواجاش و همسرانش. پس با ما همراه باشین. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید و با لایکتون از فعالیت ها و کارامون حمایت میکنید. سحر دولت شاهی، متولد 16 مهر 1358 در تهران، بازیگر و مجری سابق، فارغ التحصیل لیسانس رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره و لیسانس مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه آزاد، که از تئاتر فعالیت هنری خودش را آغاز کرد. مادرش نایب رئیس سابق فدراسیون شنای بانوان و پدرش مهندس مکانیک و صاحب یک شرکت ماشینالاته. یک برادر و یک خواهر داره که هر دو ساکن خارج کشور هستند. به صورت جدی فعالیت خود را از سال 1380 وقتی 22 ساله و دانشجوی بازیگری بود با نمایشی به نام نیمروز خواب‌آلود به کارگردانی حمید امجد آغاز کرد. او سپس با گروه نمایشی پرچین، ویرگول و تئاتر بازی به سرپرستی آتیلا پسیانی همکاری کرد و سمت‌های دستیار کارگردان تا مترجم متن رو نیز تجربه کرد. برای اولین بار در سال 1383 با فیلم سینمایی فرزند صبح جلوی دوربین رفت و در سال 1386 با سریال کتاب فروشی هدهد مرضیه برومند نیز وارد قاب تلویزیون شد. سحر دولت‌شاهی در 27 اسفند 87 وقتی 29 ساله بود با همکار خود رامبد جوان 37 ساله که از همسر سابق خود جدا شده بود ازدواج کرد. در رابطه با ماجرای آشنایش با رامبد جوان میگه دوستان مشترک زیادی داشتیم و دورا دور هم دیگر رو میشناختیم، تا اینکه بالاخره وقتش رسید و کم کم حواسمون بیشتر به هم جلب شد و در آخر رامبد پیشنهاد ازدواج داد. خانم دولت‌شاهی در سال 1388 یک سال بعد از ازدواج خود در سریال مسافران به کارگردانی همسرش بازی کرد که این مجموعه بسیار مورد توجه قرار گرفت. بیشتر شهرت او بعد از پخش این سریال در کنار چهره هایی چون حسن معجونی و شقایق دهقان شروع شد. اما سحر و رامبد بعد از 6 سال زندگی مشترک در سال 1393 از هم جدا شدند. 2 سال بعد از طلاق آقای جوان با یکی دیگر از همکاران خود به نام خانم نگار جواهریان ازدواج کرد. اما ماجرای ازدواج دوم سحر دولت‌شاهی، از سال 1396 شایعه ازدواج سحر دولت‌شاهی و همایون شجریان رسانه‌ای شد، اما این دو واکنشی به این خبر نشون ندادن و موضوع مدتی بعد از یادها رفت. بعد از مرگ استاد محمد رضا شجریان، انتشار عکسی از حضور سحر دولت‌شاهی در ماشین شخصی همایون شایعه ازدواج آنها را دوباره سر زبون‌ها انداخت. خانم دولت‌شاهی اولین بار در سال 1393 برای فیلم عصر یخبندان سیمرغ بهترین بازیگر مکمل رو گرفت و این جایزه رو سال 96 برای بازی در فیلم چهار راه استانبول و عرق سرد تکرار کرد. او بعد از 2 سیمرغ خود در سال 98 از جشنواره فیلم‌های ایرانی و استرالیا برای بازی در فیلم امیر تندیس بهترین بازیگر زن رو از آن خودش کرد. میگه در طول روز وقتی کاری ندارم بیشتر فیلم میبینم یا موسیقی گوش میدم، چون عاشق موسیقی هستم. البته برخی اوقات هم ترجمه میکنم. ورزش عضو همیشه زندگیم، اما میزان آن بستگی به وقتم داره. از یک پیاده روی ساده بگیرید تا اگر برسم 1 ساعت یوگا کار کنم یا شنا برم. به ورزش خیلی اعتقاد دارم، اگر فعالیت بدنی نداشته باشم اصلا مغزم کار نمیکنه. میگه با اینکه بازیگری از دوران بچگی برام جذاب بود، اما واقعیت اینه که من ادبیات نمایشی خوندم و هنوز هم بخشی از دغدغم نوشتنه. نوشتن همیشه پس ذهن من هست و هنوز هم فکر میکنم یکی از شغلهای ایدئالم نویسندگیه که باید در آینده بیشتر براش وقت بذارم. فیلمهای زیادی میبینم و لحظات خوب بازی بازیگرها خیلی روی من تأثیر میذاره، اما اینکه بخوام آدم خاصی رو دنبال کنم نه. خیلی درباره بازیگرهای مورد علاقم و برنامه‌های زندگیشون میخونم، اما الگویی ندارم. خانم دولت‌شاهی در سال 1389 تجربه حضور کوتاهی در رادیو 7 به عنوان گوینده متن داشت. سپس در سال 1390 مجری برنامه گپ به کارگردانی رامبد جوان بود. میگه هیچ وقت نگفتم از شهرت میترسم، ولی از شلوغی و جمعیت زیاد فراریم. با خنده میگه شاید اسمش یه جوری فوبیای شلوغی باشه. با این حال غرق شادی میشم وقتی وارد فرودگاهی میشم و مردم مرا میشناسن و سمتم میان و برای بازی در فلان فیلم بهم تبریک میگن. میگه من تئاتر خیلی کار کردم، ولی بسیار افرادی هستن که تجربه و سابقه کاریشون در این حوزه از من بیشتره.
مثل ستاره پسیانی. از 5 سالگی روی صحنه تئاتر بوده. حتی از من کوچیک‌تره، ولی در کل من کارم رو با تئاتر شروع کردم و سالی یکی دو بار روی صحنه هستم. اما داستان آشنایی سحر دولتشاهی و همایون شجریان که به این شایعات دامن زده. چند سال پیش کلیپی از همایون شجریان به نام چرا رفتی در شبکه‌های مجازی و تلویزیون‌های بین‌المللی خارجی و داخلی منتشر شد که در اون سحر دولتشاهی نقش‌آفرینی می‌کرد. این کلیپ به شدت سر زبون‌ها افتاد و تبدیل به دابسمش‌های خنده‌داری هم شد. اما در ادامه چند سال بعد از ساخت این کلیپ و حواشیان، تیم پور ناظری و شجریان دست به اقدام تازه‌ای زد و با همکاری حمید نعمت‌الله که قبلاً در دو فیلم با این دو هنرمند همکاری کرده بود، کنسرت نمایشی تاریخی رو روی صحنه برد. ماجرای کنسرت نمایش سی به قدری پر سر و صدا و جذاب بود که کمتر کسی از دیدنش غافل شد. تکرار اجرا به دفعات، شب‌های طولانی و سالونی که حتی یک شب خالی نموند. کاخ سعدآباد در فضای باز این برنامه رو اجرا کرد و انصافاً یکی از ماندگارترین برنامه‌های آن روزها بود. نمایشی که با داستانی تاریخی از شاهنامه به روایت نغمه سمینی با صدای همایون شجریان و بازی سحر دولتشاهی و هنرمندان دیگر اجرا شد. در این نمایش سحر دولتشاهی یکی از نقش‌های اصلی رو بر عهده داشت. او در نقش رودابه مادر رستم بازی می‌کرد و روایت عشق با زال و سرانجام این ازدواج زاده شدن رستم محور اصلی این قصه بود. او در این نمایش به شکل تنگاتنگ با تیم شجریان همکاری داشت و 30 شب در کنار هم نمایش رو روی صحنه بردن. این همکاری اما این بار برای سحر دولتشاهی همایون شجریان بار سنگینی به همراه داشت. اینکه چرا این همه شایعه خیلی ناگهانی در فضای مجازی دست به دست میشد هنوز هم مشخص نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف تایید یا تکذیب این خبر رو اعلام نکنن باید منتظر ادامه دار شدن این داستان باشیم. اما اینکه بعد از این چند همکاری با یک تیم و شاید دیده شدن این گروه با همدیگر در مکانهای مختلف این شایعات تند میشود جای سوال داره. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو راجع به این شایعه و یا این اتفاق پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعدی خدایا رو نگهدار شما.